فرصت خوبی داره به عنوان یک بازیساز. برابر میدابودی، حالا میدابودی موقعیت برای زدن توپ که میزنه. برگشت توپ، یه بار دیگه فرصت. فرصت توی دروازه. بازم فرهاد مجیدی. بازم فرهاد مجیدی گل میزنه برای تیم استقلال. این من صحبت با فتح‌الرضا حق تعبیه به حال مربی که بازیکناشو خودش در نظر بگیره حتی کاپیتان هم خودش تعیین کنه، اما به حال شما دوست نداشتید، یعنی خیلی راغب نبوده، قبول صادقانه خیلی راغب نبودید که مجیدی با توجه به حال اختلاف نظری که قبلا هم بودیم مصاحبه‌ای که اخیرا انجام شده بود خیلی شاید تایید دلتون دوست نداشت که فهد برگرده. اینجا اولا که اصلا بحث کاپیتانی نبود، حالا بیاد یا نیاد که اصلا تا اون موقع بحث کاپیتانی نبود. جایی که من بازی میکنم به مربیگری میکنم آقای فردوسی پور باید یه چارچوبی باشه، خود قلعه‌نویی هم تو چارچوب نباشه طبیعتا به مشکل میخوره، بازیکن تو چارچوب نباشه تیم به مشکل میخوره. ما یه چارچوبی رو اونجا ترسیم کردیم، همه ما دنبال اون مسائل هستیم. میدان زندی نکونام اشتباه میکنه، جواد نکونام توپ رو از دست میده در میانه زمین، ضد حمله شکل میگیره برای تیم سایپا، میتونه خطرناک باشه این توپ برای دقیقی و خروج. بدون گل مساوی است. نکونام براش گره میخوره در میانه میدان، حالا موقعیت داره بازیکن سایپا بایلام زاوی آزاد، تکل جواد نکونام که از روزهای خوبش به دور به نظر میرسه به جایی نمیرسه، بازم بازیکن سایپا هستن که جلو میان روی حرکت خوبی که اونها انجام دادن، ولی فابیو جانواریو نکونام به دنبال یار میگرده، جواد نکونام بازم تو کشو داشتن میگرفتن که آخرشان گرفتن. دوباره زده حمله برای تیم سایپا، از من میرسه که جواد نکونام اون آمادگی لازم رو نداشته باشه، ولی اینکه چرا جباری نمیتونه برای استقلال بازی بکنه و نکونام میتونه یکی از سوالاتیست که باید از پاتر فنی استقلال پرسید. تمام مدافعان استقلال نظارگر بودند که این توپ چگونه در آن دروازه‌شون قرار میگیره. زندی هم که روی تیر دو بود نتونست کار رو انجام بده. صبحانی از افتار یک پرسف میکنن، دارن فرهاد مجیدی رو تشویق میکنن،
بازیکن محبوب هواداران استقلال که به هر حال به این تیم نیومد با تصمیماتی که گرفته شد وسیله کادر مربیگری این تیم. یک بار دیگه موقعیت برای بازیکن سایپا. این که امسال ابراز تمایل کرد که برگردید به استقلال هم شاید واسه یه سری از هوادارش در این حال عجیب بود و اینکه در آخرین روز هم بها نتونستی بتونید. یه توضیح خیلی مختصر میگید آقای فردوسی پور. ببینید من خیلی واضح بگم، من تنها دلیلی که برگشتم فقط به خاطر استقلال و هوادار استقلال و الان صحبتایی که میشنم واقعا برای خودم جای تعجبه. من خیلی شفاف بهتون بگم آقای فردوسی پور، من اومدم دفتر آقای فضل‌الزاده با ایشون قرارداد امضا کنم. آقای فضل‌الزاده به من گفتن که آقای قلعه‌نویی گفتن کاپیتان من آقای نکونامه. به عقیده من استقلالم چارچوب خودشو داره و من این شرط رو نپذیرفتم، چون احساس میکنم اگه این کارو کرده بودم به باشگاه استقلال، هوادارهای این تیم و تاریخچه این باشگاه بی احترامی کرده بودم. تنها دلیلی که من قرارداد امضا نکردم این بود. و شما مگه من سال اولمه که تو باشگاه استقلال بازی میکنم؟ مگه دفعه اولم میخوام کاپیتان بشم که شرط میخوام بذارم؟ مگه بازیکن با سابقه من تو باشگاه استقلال اومده که من بخوام ببینم من کاپیتان تیمم یا فرد دیگری؟ حالا من به ذهنم نمیومد که بیام بگم من کاپیتانم، یعنی اصلا تصور نمیکردم. شما شرط کاپیتانی شما نذاشتید، اما از طرف باشگاه به شما گفته کاپیتان استقلال این فصل اول نکنه. آقای فضل‌الزاده مصاحبه آقای فضل‌الزاده تو سایت ها هست. آقای فضل‌الزاده من اصلا رفتم قرار امضا کنم، ایشون من گفتش آقای حالا یه خبرگزاری من... نمیم کدوم خبرگزاری این مطلبی هست که گفته کاپیتانی نکنم. اگه با ما بازیکن ها صادق نیستن لاغا با مردم با این هوادارات صادق باشن. من هر چی دارم از باشگاه استقلال دارم. فراد مجیدی اگه امسال نخواد خدافظی کنه از فوتبال، سال بعد خدافظی میکنه. پس من مثل بعضی آقایون این بعضی این تصور رو ندارم که نوه و نتیجه و نبیرم باید تو باشگاه استقلال باشن، یا اگه من تو باشگاه استقلال هستم باشگاه استقلال باید نتیجه بگیره. نه من اصلا همچین برداشتی ندارم. من غیرت و تعصب موقعی نشون میدم که پیرن باشگاه تو تنم و تو زمین دارم بازی میکنم. مردم ما مردم باهوشی هستن و همه چی رو خودشون میدونن.